اتحادیه اروپا روسیه را تحریم کرد. واکنش روسیه. کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرانجام بر سر بست اقدامات تحریمی علیه روسیه به توافق رسیدند. هدف مقابله با فعالیت‌های دستگاه امنیتی روسیه است که مسمومیت الکسی ناوالنی از منتقدان سرشناس کرملین یکی از نمونه‌های آن است. به نقل از ایسنا، شبکه خبری دویچه وله گزارش داد اتحادیه اروپا چهارشنبه 23 مهر 14 اکتبر اعمال تحریم‌های علیه روسیه را اعلام کرد. به موجب این تصمیم 6 نفر از مقام‌های ارشد دستگاه امنیتی آن کشور حق ورود به اتحادیه اروپا را ندارند و حساب‌های بانکی آنها مسدود می‌شود. افزون بر این انستیتوی دولتی، تحقیقات درباره تکنولوژی و شیمی آلی مورد تحریم قرار می‌گیرد. همین ارگان مسئول تهیه سم شیمیایی شناخته می‌شود که در 20 اوت علیه ناوالنی به کار برده شد. دیتمر کوستر، سخنگوی فراکسیون سوسیال دموکرات در کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا، کاربرد ماده سمی علیه ناوالنی را نقض حقوق بین الملل دانست. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی کاربرد داروی عصبی نوویچوک را به صراحت ممنوع کرده است. کوستر در این باره تاکید کرد: من گرایش‌های گاه ناسیونالیستی و بیگانه ستیزانه در مواضع ناوالنی را تایید نمی‌کنم. اما سوء قصد به مخالفان سیاسی به هیچ وجه قابل قبول نیست. میشائل گالر، سخنگوی جناح راست میانه در اتحادیه اروپا، تصریح کرد که پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به صورت آشکار سیاست تضعیف اتحادیه اروپا را دنبال می‌کند و باید با اقدامات او به طور جدی مقابله کرد. مخالفت با تحریم. نیروهای چپگرا در اتحادیه اروپا با اعمال تحریم مخالفت کردند. مارتین شیردوان از سخنگویان فراکسیون حزب چپ گفت که نمیتوان بر پایه تحریم سیاستی سازنده با روسیه بنا نمود. او اشاره کرد که علت مسمومیت ناوالنی هنوز کاملا مشخص نشده و معلوم نیست چه ارگانی مسئول مسمومیت او بوده است. او پیشنهاد کرد که اروپا به جای دوری از روسیه باید سیاستی مثبت در قبال این کشور اتخاذ کند. به این معنی که روسیه را با پیوندهای سیاسی و تجاری بیش از پیش با جامعه بین المللی مرتبط سازد. آیا تحریم کارآمد است؟ برخی از اعضای اتحادیه اروپا به ویژه در اروپای شرقی ابراز تردید کردند که تحریم بتواند سیاست روسیه را تغییر دهد. برخی نمایندگان از جمله از حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان گفتند که تحریم‌ها نه تنها مؤثر نیست، بلکه رابطه با روسیه را به شرایط دوران جنگ سرد نزدیک می‌کند. تحریم‌های اتحادیه اروپا از ماه آینده به اجرا گذاشته می‌شود. به ویژه آلمان از اقدامات تحریمی حمایت فعال نشان داد. یکی از دلایل این امر آن است که آلمان امیدوار است با تحریم روسیه به مناقشه پیرامون شاهلوله گازی نورداستروم 2 نقطه پایان گذاشته شود. واکنش روسیه. سرگئی لاوروف در گفتگو با یک رادیوی محلی اعلام کرد که روسیه نیز اقدامات تحریمی مشابهی علیه اتحادیه اروپا وضع خواهد کرد. لاوروف گفت که کشورش ناگزیر به این پاسخ دیپلماتیک شده است. وزیر خارجه روسیه بار دیگر آلمان را متهم کرد که دلایل موجهی دال بر مسموم شدن ناوالنی ارائه نداده و با این کار قوانین بین المللی را نقض کرده است. لاوروف از اینکه گفتگوی دیپلماتیک میان دو طرف به این شکل قطع شده است ابراز تأسف کرد و گفت شاید بهتر باشد که ما یک مدتی اصلا با هم حرف نزنیم.